سلام دوستان و همراهان کانال حکیم باشید. در این قسمت میخواییم خواص گشنیز و فواید عرق و تخم گشنیز برای بدن را به شما بگوییم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید. اما قبل از آن سپاسگزاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید. گشنیز گیاهی است که به میزان فراوان در تهیه غذاها مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه که بومی جنوب غرب آسیا و غرب تا شمال آفریقا است، به طور گسترده در خاورمیانه، منطقه مدیترانه، هند، آسیای جنوبی، آمریکای لاتین، چین و آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشنیز علاوه بر دادن طعم و بوی مطبوع به غذا، دارای ارزش غذایی بالایی نیز هست. گشنیز حاوی ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین B6، آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و فیبر است. سبزی گشنیز به عنوان دوای معده و بهبود دهنده عمل گوارش و هضم غذا شناخته شده است و تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف آن باعث دفع سرب و آلومینیوم نیز می‌شود. گشنیز مانع ترش شدن غذا در معده می‌شود. همچنین درد صفرا را تا حد بسیار زیادی تسکین می‌دهد. تخم گشنیز برای درمان وسواس و خفقان بسیار مفید است. گشنیز به عنوان سبزی کاهش دهنده قند خون شناخته شده است و این کار را با تحریک ترشح انسولین انجام می دهد. این تأثیر به حدی است که آن را گیاه ضد دیابت نیز می نامند. درمان جوش های دهان و تسکین درد دهان با این سبزی امکان پذیر است. مصرف گشنیز برای بهبود عمل کرده کبد مفید است. گشنیز برای مقابله با باکتری سالمونلا مفید است. خاصیت ضد التهابی دارد و علائم آرتریت را برطرف می کند. مصرف گشنیز از بدن در برابر عفونت های دستگاه ادراری محافظت می کند. گشنیز همچنین برای زنان به ویژه آنهایی که در دوره عادت ماهانه دچار خونریزی شدید می شود بسیار مفید است. برای استفاده از این خاصیت درمانی گشنیز می توانید 6 گرم از دانه آن را در 500 میلی گرم آب بجوشانید و پس از افزودن شکر به آن این مخلوط را به صورت گرم استفاده کنید. آب گشنیز خواب‌آور است. برای این منظور باید 30 گرم از آب گشنیز خام را همراه با شکر خورد. مصرف بیش از این مقدار موجب حالت سستی می شود. برای کاستن نیروی جنسی و نعوذ مزاحم خوردن گشنیز اثر بسیار موثری دارد. گشنیز خاصیت خلط‌آور دارد. اما خواص و فواید بذر گشنیز. تخم گشنیز نیرو دهنده قلب و نشاط آور است. تخم گشنیز خاصیت نیرو دهنده، هضم کننده غذا و بادشکن دارد. تخم گشنیز را پودر کرده و به نسبت مساوی با شکر یا عسل مخلوط کنید که برای تقویت بدن بسیار مفید است. برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم گشنیز استفاده می کنند. بدین صورت که 10 تا 30 گرم از آن را در 1 لیتر آب دم کرده و مانند چای با شکر می نوشند. برای برطرف کردن تب و سرماخوردگی مفید است. برای این منظور 1 سوپ رقیق از آب مرغ و گشنیز تازه تهیه کنید و پس از چند مرتبه مصرف اثر معجزه‌آسای آن را ببینید. تخم گشنیز شیر مادران شیرده را زیاد می کند. برای این منظور باید 2 تا 5 گرم از آن را با کمی عسل تناول کنید. تخم گشنیز قاعده آور و ادرار آور است. برای تسکین درد دندان تخم گشنیز را بجوید. خوردن تخم گشنیز معده را تقویت می کند و به همراه غذا به هضم آن کمک می کند. معده و روده را ضد عفونی می کند و کرم کش است. برای این منظور 2 تا 5 گرم تخم بوداده آن را مصرف کنید. جوشانده تخم گشنیز یا خوردن تخم گشنیز بوداده اسهال خونی و بیماری های عفونی روده مثل تب و تیفوید را بهبود می بخشد چون شدیداً میکروب کش است. خواص عرق گشنیز. آشامیدن 1 لیوان عرق گشنیز در طول روز فشار خون را کاهش می دهد. علاوه بر این نوشیدن عرق گشنیز پیش از خوردن غذا از بروز نفخ و سوء هاضمه پیشگیری نموده و برای جلوگیری از ناراحتی های معده نیز سودمند است. عرق گشنیز در رفع و درمان جوش صورت بسیار مؤثر است. عرق گشنیز ضد باکتری و کرم است. مصرف عرق گشنیز برای نیرومند ساختن حافظه مفید بوده و در درمان بیماری های مثل بواسیر، دیابت، اسید اوریک و خونریزی داخلی مؤثر است. برای رفع خستگی و تقویت اعصاب توصیه می شود روزانه 2 فنجان عرق گشنیز در صبح و عصر بیاشامید. عرق گشنیز ضد تشنج بوده و باعث شادی و نشاط می شود. افزون بر این از خاصیت مدر بودن و خواب‌آوری نیز بهره‌مند می باشد.
برای افزایش اشتها و تقویت نمودن قلب و روده آشامیدن عرق گشنیز سودمند است. علاوه بر این، عرق گشنیز مغز و کبد را تقویت نموده و در درمان سوزش زبان مؤثر است. نسخه های درمانی از خواص گشنیز در طب سنتی. برای اوره خون یک قاشق چایخوری تخم گشنیز با 1/3 استکان آب بوره خیسانده سپس مخلوط با آب میل شود. برای سوء هاضمه و نفخ از دم کرده تخم گشنیز استفاده شود. برای سینوزیت 5 گرم تخم گشنیز در 300 سیسی آب جوشانده صاف نموده و استنشاق نمایید. برای درمان اگزما آش آبغوره که در آن گشنیز و برگ چغندر باشد بسیار مؤثر است. برای تشنج 5 گرم گشنیز در 150 سیسی آب دم کرده و سه نوبت آن را بنوشید. برای دیفتیرا به گشنیز و آبغوره را مخلوط کرده و غرغره کنید. اما در این مورد بهتر است بیمار حتما نزد پزشک برود. برای درمان خارش بدن آب گشنیز را با آرد به صورت زماد به کار ببرید. برای درمان غلظت خون از جوشانده تخم گشنیز استفاده شود. آش گشنیز برای کهیر مناسب است. 10 گرم تخم گشنیز را بوداده تا قهوه‌ای رنگ شود. آن را پودر کنید و با مقداری سرکه مخلوط کرده و چند روز آن را بنوشید تا بواسیر برطرف شود. برای تقویت حافظه 15 گرم تخم گشنیز و 15 گرم تخم شنبلیله را با هم کوبیده با عسل مخلوط کرده صبح به صبح یک قاشق میل کنید. برای سردردی که از حرارت بدن تولید شده باشد تخم گشنیز را کوبیده در سرکه خیس کرده و به سر بمالید. برای درمان گوشدرد گشنیز خشک را جوشانده 5 گرم در 100 سیسی آب جوشانده هر ساعت یک قاشق به مدت 3 روز میل شود. برای اختلال حواس که با عصبانیت همراه باشد آب گشنیز، آب لیمو شیرین، کمی عرق کاسنی صبح ناشتا یک لیوان میل شود. برای تسکین درد صورت سر و صورت را با دم کرده تخم گشنیز بخور دهید و 5 گرم تخم گشنیز در 150 سیسی آب دم کرده روزی 3 استکان میل شود. کسانی که دیابت دارند روزی 2 گرم تخم گشنیز را دم کرده، اما دقت داشته باشید که هر ماه 3 روز بیشتر میل نشود. 10 گرم تخم گشنیز را در 4 لیتر آب بریزید و بگذارید بجوشد تا حجم آن به 1 لیتر برسد. آن را کمی سرد کنید و در دهان مزه مزه کنید تا درد دندان برطرف شود. 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز را در 1 لیوان آب جوش ریخته به مدت 5 دقیقه دم کنید. سپس آن را برای شستن دهان، دندان و گلو غرغره کنید. برای خارش پوست آب گشنیز را با عرق کاسنی مخلوط کرده و به پوست بمالید. برای سوزش و سختی ادرار آب گشنیز 4 قاشق همراه 1 لیوان عرق خارخاسک یا خارشتری استفاده شود. متخصصان علوم پزشکی و تغذیه در کانادا میگویند افزودن 1 یا 2 قاشق چایخوری آب گشنیز به مخلوط شیر تازه یک ترکیب عالی برای درمان حالت تهوع و اسهال خونی است. گشنیز خشک نیز برای درمان اسهال بسیار مؤثر است. اما خواص گشنیز با ماسک‌های زیبایی و جوانی پوست صورت. ماسک شوینده عسل و گشنیز برای رفع خستگی و کدری پوست. گشنیز تازه در دستور این ماسک پاک‌کننده صورت به درخشان شدن پوست کمک می‌کند و در عین حال ذرات برنج قهوه‌ای پودر شده به آرامی سلول‌های مرده را اسکراب می‌کند و عسل نیز به نرمی و لطافت پوست می‌انجامد. 1 قاشق غذاخوری پودر برنج قهوه‌ای، 1/2 فنجان گشنیز تازه، 1 قاشق چایخوری عسل، 1 قاشق چایخوری صابون مایع. طرز تهیه: گشنیز تازه را در غذاساز بریزید و کمی آب با آن اضافه کنید تا راحت نرم شود. با اضافه کردن 2 قاشق غذاخوری آب شروع کنید و در صورت نیاز آب بیشتری به آن اضافه کنید. پوره گشنیز حاصل را با پودر برنج قهوه‌ای، عسل و صابون مایع در یک کاسه مخلوط کنید. طرز استفاده: همانند هر پاک کننده صورت با این ماسک خانگی نیز صورت خود را بشویید. از این ماسک شوینده می توانید برای شستشوی روزانه همه انواع پوست استفاده کنید و تا 7 روز نیز آن را در یخچال نگهداری کنید. خواص گشنیز با ماسک رفع جوش سرسیاه. مخلوط آب گشنیز با پودر زردچوبه به درمان جوش‌های پوستی و جوش‌های سرسیاه کمک می‌کند. خواص گشنیز با ماسک ضد چروک پوست صورت. برای درمان چین چروک صورت 10 گرم تخم گشنیز، 10 گرم استخدوس، 150 سیسی آب را 15 دقیقه دم کرده سپس صاف نموده و
وقتی سرد شد با 4 قاشق عسل مخلوط کرده و 1 قاشق روغن زیتون با آن اضافه کرده، سپس به صورت بمالید. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه شدید سپاسگزاریم. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.